درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه 24 بهمن ماه همراه ما باشید. منابع خبری در ایران گزارش دادند که خبرگزاری، کتابخانه، مرکز اسناد و 600 سرور مجلس شورای اسلامی توسط یک گروه هکری هک شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، میزان حقوق دریافتی برخی نمایندگان ماهانه بین 200 تا 250 میلیون تومان به علاوه دریافت مبلغی در اعیاد مذهبی و برخی مناسبت‌ها مثل روز مجلس و روز کارمند و مزایایی همچون آجیل شب یلدا عنوان شده است. نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، با تایید هک شدن اطلاعات در اظهار نظری عجیب مدعی شد پرداختی نمایندگان حدود 25 میلیون تومان است و اعدادی که بیش از این منتشر می شود دروغ پردازی است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست، به ویژه آنکه یکی از مقاماتی که زمانی برنامه اتمی در جمهوری اسلامی را هدایت می کرد اعلام کرده تهران تمام قطعات سلاح اتمی را در دست دارد. علی اکبر صالحی، وزیر پیشین خارجه و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به تازگی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته تهران از توانایی لازم برای ساخت بمب اتمی برخوردار است. در آستانه نشست مقام‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل، قطر و مصر برای مذاکره درباره توافق مربوط به گروگان‌ها، یک مقام آمریکایی گفت حمله اسرائیل به رفح نباید بر این مذاکرات تأثیر داشته باشد. به گزارش رویترز، نشست مقام‌های ارشد این چهار کشور امروز سه‌شنبه در قاهره برگزار شده است. همزمان با اصرار اسرائیل برای حمله زمینی به رفح، شماری از چهره‌های سیاسی و بین‌المللی ضمن ابراز نگرانی به این کشور نسبت به عواقب عملیات زمینی در رفح برای غیر نظامیان هشدار دادند. جو بایدن در پی دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از اسرائیل خواست اطمینان حاصل کند که جان غیر نظامیان در امان خواهد بود. همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد که فرانسه با هدف پایان دادن به مخاصمه میان لبنان و اسرائیل و حل و فصل مناقشات مرزی میان این دو کشور پیشنهاد کتبی به بیروت ارائه داده که طبق آن نیروهای حزب الله باید 10 کیلومتر از مرز عقب نشینی کنند. هدف از این طرح خاتمه بخشیدن به جنگ میان اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله در نواحی مرزی دو کشور است.